سلام و درود به تمامی همراهان لذت داستان. من اینجا هر شب براتون یه آسنه میخونم. سلطان محمود و عیاض رو که میشناسید. امشب میخوام یه داستان جالب راجع به حسادت‌هایی که به عیاض میشد براتون تعریف کنم. اگر میخوای داستان رو بشنوی فراموش نکن ویدیو رو لایک کن و اگر منو سابسکرایب نداری حتما همراهیم کن تا هر شب شنونده یکی از زیباترین افسانه های ایران زمین باشی. یک روز سلطان محمود با چند نفر از نزدیکان خود به شکار رفته بود. آنها کسانی بودند که به عیاض حسادت می کردند و به سلطان محمود همیشه ایراد می گرفتند که چرا عیاض را بیشتر از همه ما دوست داری؟ در او چه هست که در ما نیست؟ از قضا همان روز همین صحبت ها به میان آمد. سلطان محمود در جواب آنها گفت: چون عیاض از شما باهوشتر و زرنگتر است. گفتند باید به ما ثابت کنید. گفت همین امروز در موقعش ثابت خواهم کرد. طرف از سلطان محمود در زیر درختی نشسته بود. شکارها را جلویش ریخته بودند. از دور در کنار جاده قافله‌ای پیدا شد. سلطان محمود یکی از آن جمع را صدا کرد و در گوش او گفت: برو و ببین اینها کیستند. آن مرد سوار بر اسبش شد، به تاخت به طرف آنها رفت. بعد از چند دقیقه برگشت و در گوش سلطان محمود گفت: قافله بازرگانان هندی هستند. باز آهسته پرسید: چه همراه داشتند؟ گفت: نپرسیدم. دیگری را صدا زد، به او گفت برو ببین بار قاطرهای این قافله چیست. این آدم هم اسبش را تاخت، رفت و برگشت و در گوش سلطان محمود گفت: حریر است. پرسید از کجا آوردند؟ گفت: نمیدانم، من نپرسیدم. یکی دیگر را صدا زد، در گوشش گفت برو ببین این حریرها را از کجا می آورند. رفت و برگشت و گفت: از چین. گفت: نپرسیدی به کجا میبرند؟ گفت: نه، نفرمودی. دیگری را صدا زد، در گوشش گفت برو ببین این حریرها را به کجا میبرند. رفت و برگشت و گفت: به بخارا. سلطان محمود گفت: از اینها نپرسیدی چه به جای آن بار خواهند کرد؟ گفت: نه. همینطور هر یک رفت و فقط جواب سؤال سلطان محمود را آورد. آخر از همه عیاض را صدا کرد، در گوشش گفت برو ببین آنها کیستند. عیاض اسب را تاخت، از دیگران بیشتر معطل شد. چون از دیگران بیشتر معطل شده بود همه خوشحال بودند. به سلطان محمود گفتند: دیدید از همه ما تنبلتر است، دیرتر آمد. سلطان محمود گفت: بعد معلوم می شود. در این میان عیاض سر رسید. سلطان محمود به صدای بلند گفت: عیاض، اینها که بودند؟ عیاض گفت: قربانت گردم، اینها بازرگانان هندی بودند که حریر چینی به بخارا می برند و از آنجا پوست گوسفند به خراسان و پوستین خراسانی به جاهای سردسیر خواهند برد. سلطان محمود گفت: این نمونه ای از هوش و زرنگی عیاض بود. هر کدام از شما یک مطلبی را آوردید، ولی این یک نفر به جای شما چند نفر تحقیق کامل کرد و جواب هر سوال ما را داد. از این جهت است که من او را بیشتر از شما دوست دارم. روایت سلطان محمود و عیاض از قصه های نکته پرداز بود که ذهن خلاق و هوشمندی و کاردانی رو گرامی می داشت. داستان بعدی که براتون می خونم اسمش هست سلطانی که دنبال آهو دوید. یک روز سلطانی با درباریان شاد و سرمست به شکار رفت. شکار را که یک آهو بود، گله سگان شکاری رم دادند و آهو به شتاب از نگاه دسته شکارچی در دل جنگل ناپدید شد. سلطان و همراهان دنبال سگان که رد آهو را می زدند، اسبان را به تاخت در آوردند و آهو در نگاهشان پیدا و پنهان می شد.
آنها انقدر دنبال آهو دویدند تا از نفس افتادند. اما سلطان بی نشانی از خستگی به دنبال آهو میتاخت. سگان خسته شدند. همراهان واماندند و از حرکت باز ایستادند. اما شاه شکار را ول نکرد. میتاخت و انقدر تاخت که فقط خود او بود که دنبال آهو میدوید. چنان که روز به انتها رسید و تابش آفتاب بر سر و صورت آزاردهنده نبود. آهو در تاریک روشن سر شب چنان ناپدید شد که شاه را راهی جز بازگشت نومیدانه نماند. تشنه و خسته و ناامید و رهگم کرده به چشمه ای رسید. به شتاب به سوی سرچشمه شتاف تا آبی سرد سیر بنوشد. آدمی زادی بیابد و از او بپرسد اینجا کجاست و او چگونه باید بازگردد، که ناگاه در سرچشمه دختری دید همچون ماه شب 14 که در زمین سبوی پر از آب به دوش کشیده بود و با چشمان سحرانگیز جادویی نگاه پرسان و کمی هم ترسانش به شاه نگاه میکرد. شاه یک دل نه صد دل عاشق او شد. با غرور از دختر خواست سبویش را به او بدهد و او با دو دست ادب سبوی پر از آب را تقدیم شاه کرد. شاه بعد از نوشیدن آب و پاک کردن لب از آب سرد چشمه با تحکم اما کمی مهربان نامش را پرسید. دختر کمی ترسان که این حالت او را بیشتر برای شاه جذاب می کرد گفت که نام او ماهبانو است. شاه با همان لحن قبلی به ماهبانو گفت که باید همسر او شود. دختر به او گفت که شغل او را باید بداند. شاه گفت من سلطان هستم. ماهبانو گفت ما در دل این جنگل با همه جور آدمی سر و کار داشته ایم. مگر سلطان چه کار می کند یک سلطان؟ شاه با لبخندی گزنده گفت چطور نمی دانی سلطان چه کار می کند؟ ماه بانو گفت گفتم با چنین آدمی تا کنون سر و کاری نداشتم. شاه برافروخته شد من حاکم همه این آب و خاک هستم. ماه بانو گفت حاکم چه کسی است؟ چه می کند یک حاکم؟ شاه خشمش را فرو خورد چون فهمید او واقعا اینها را نمی داند. پس با مهربانی گفت کاری نمی کند، فقط می خورد، می خوابد، شکار می کند، تفریح می کند، آن وقت دستور هم می دهد، زیاد دستور می دهد. ماهبانو جدیتر از پیش گفت نه، پدرم راضی نمی شود مرا به عقد کسی در بیاورد که هیچ کاری نمی کند و فقط دستور می دهد. شاه جدی شد. یعنی چی؟ منظورت رو نمی فهمم. ماهبانو گفت تو باید کاری شغلی داشته باشی، یعنی کار بلد باشی، کشاورزی، چوپانی یا از جنگل هیزم بتوانی بیاوری، آذوقه بیاوری برای گاوها، نمیدانم یک کاری که ما از آن سر در بیاوریم، همین. دوباره ادامه داد یعنی نه من همسر یک آدم بیکار می شوم، نه پدر و مادرم راضی می شوند مرا به عقد تو در بیاورند. برو هر وقت صاحب شغلی شدی که ما آن را بشناسیم بیا اینجا مرا با خود ببر، تا قیامت هم منتظرت می مانم. شاه را نان و آب دادند. نابود پدر ماهبانو و خورشید همسر نابود سوار اسب شدند و با شاه تا دور دست ها اسب تاختند. آنجا جایی در ابتدای دره ای عمیق در دل جنگل توقف کردند. گفتند از این بیشتر نباید بروند چون در قلمرو آنها نیست. اما راه را نشان شاه دادند و او را بدرود گفتند. شاه را عشق ماهبانو آرام و قرارش رو بود. درباریان گفتند راه را نشانشان بدهد تا آنها بروند و او را کشان کشان به دربار بیاورند. اما شاه گفت می شکند. می شکند چون خیلی لطیف است.
من او را همانطور که هست می خواهم. من باید کاری یاد بگیرم. آن وقت کار تمام است. وزیر اعظم تنها کاری که به نظرش رسید او می تواند آن را فرا بگیرد قالی‌بافی بود. پیشنهاد داد و شاه پذیرفت. پس دار قالی در گوشه سرسرای کاخ برپا کردند. استادی زبردست به کاخ آوردند و شاه شروع کرد به فراگیری قالی بافی. پس از چندی شاه یک قالی باف ماهر شد. قالیچه‌ای بافت که چشمان هر بیننده‌ای را خیره می کرد. یک روز قالیچه را بر ترک اسب نهاد و به سوی آبادی ماهبانو رفت. آنجا از روی اسب قالیچه را پرت کرد جلوی ماهبانو. گل خنده در گونه های ماهبانو چال انداخت و عروسی راه افتاد. ماهبانو نخواست تا سوار اسبی دیگر بشود. بر ترک اسب شاه نشست تا دربار. اما آنجا به محض دیدن آن همه شوکت و عظمت، خم و راست شدنهای آن همه آدم، سفره‌ای به درازای 50 متر با انواع و اقسام غذاهای لذیذ از هوش رفت و نقش بر زمین شد. وقتی هوش آمد، شاه با تشویش از او پرسید: نکند بیمار بودی و من نمی دانستم؟ بگو چرا از هوش رفتی؟ ماه بانو گفت: من در طول زندگیم این همه ثروت و مال و منال ندیدم. این همه غذاهای رنگ برنگ، این همه کنیز و کلفت. ما در دل جنگل بیشتر مواقع از روی ناداری میوه درختان جنگل را میخوردیم. علفهای خوراکی جنگل را میخوردیم. من جدن گیج این همه ثروت و عظمت شدم. دست خودم نبود. شاه عصبانی شد. علف بیابانی کدام است؟ میوه درختان کدام است؟ این حرفها را نزن، اینها همه افترا و دروغ است. مردم من، ملت من در ناز و نعمت زندگی می کنند. ماهبانو با لبخندی گزنده و نترس گفت: به خدا چنین نیست که می گویید، حتما دروغ به عرضتان رساندند. مردم گرسنه و فقیر هستند و بدتر از آن، ماموران حکومتی بسیار جلاد و غارتگرند. من خیلی کوچک بودم. پدرم برایم تعریف کرده که آنها از جور ماموران حکومتی به دل جنگل پناه بردند. و الان از اینکه دیگر آنها را نمی‌بینیم احساس آرامش می‌کنیم. شاه بیشتر عصبانی شد. چطور جرأت می‌کنی به ماموران من که چشمان من هستند توهین کنی؟ چطور این همه عمران و آبادی را نادیده میگیری؟ من همسر برگزیدم یا دشمن جان؟ ماهبانو با دلجویی و مهربانی گفت: شما همسر برگزیده اید. من همسر شما هستم، کنیز شما هستم. اما این را هم نمیتوانم نگویم که مردم مثل حیوان زندگی میکنند. شاه گفت: دروغ است، دروغ است. ماهبانو گفت: چگونه دروغ است؟ آیا شما وضع مردم را از نزدیک دیده اید؟ شاه گفت: لزومی به دیدن من نیست. ماموران و کارگزاران حکومت من هر روز گزارش می کنند و هر ماه به همه بلاد با پیک سوار خبر سلامتی من را اعلام می کنند. همه چیز مرتب و منظم است. ماه بانو گفت: حال من کنیز، من همسر، به دست و پای شما می افتم. شما را به خدا سوگند می دهم. از شما تمنا می کنم. برای یک بار هم شده خودتان بروید و از نزدیک اوضاع را ببینید. شاه به خواست ماهبانو گردن نهاد. در گرگومیش صبح یک روز خوب تابستان با پوششی ساده و روستایی بدون اطلاع درباریان جز ماهبانو کاخ را به سمت بلاد ولایات دیگر ترک کرد. پس از روزهای زیادی پیاده رفتن به شهری رسید بی رنگ و رمق. آدمها در نگاه آدم بودند اما مثل حیوان زندگی می کردند. فقیر، پوشاک پاره پاره و بیمار. آن وقت گزمه ها و حکومتیان همه سر حال و شاداب.
اما همان مردم بیچاره را می زدند، می بردند و رحم نمی کردند. شاه در یک کاروان سرا در دالانی که بیشتر مسافران آنجا اتراق می کردند اقامت گزید. بعد از چند ساعتی با صاحب دالان دوست شد. از وضع مردم پرسید. او گفت حرف مردم را نباید بزند، چون جاسوسان حاکمان شهر همه جا حضور دارند. حرف زدن و جانبداری از مردم همان و گرفتار شدن همان. او گفت اینجا همه تنها زندگی می کنند. هیچ کس در هیچ شرایطی از کسی جانبداری نمی کند، چون مثل خود شاه گرفتار می شود. یک روز جلوی چشمان شاه وقتی ماموری مردی را سگ‌کش می کرد تا به زندانش ببرد، تحمل دیدن چنین صحنه‌ای را از دست داد و به رغم هشدارهای صاحب دالان و مردم ساکن آنجا مداخله کرد و مرد بینوا را از چنگ مأمور درآورد و به مأمور دشنام داد. آن وقت به شتاب با فراخوان همان مأمور ده‌ها گزمه آنجا جمع شدند. آنقدر بر سر و کول شاه کوفتند تا از هوش رفت. او را هم کشان کشان بردند آنجا. پس از عبور از صدها پله و راه رو به طرف عمق زمین و گشوده شدن ده‌ها در که با زنجیر قفل شده بود، پرتش کردند در سیاه چالی. در کنار چند زندانی بینوای دیگر، شاه هم گرفتار شد. بعد هم هر قد داد و بیداد راه انداخت، گفت که او شاه است، سلطان است. نه اینکه کسی به حرفش توجه نکرد و آنها به اتهام اینکه او دروغ میگوید و بهتان میزند، آنقدر بر سر و صورتش کوبیدند تا از هوش رفت و اصلا رمقی برایش نماند تا بگوید که سلطان است. تازه مسخرهش هم می کردند، یعنی مسخره به نظر می رسید. یک آدم درب و داغان با این سر و وضع حالا ادعا می کند که سلطان این مملکت است. اینجا هم نه کسی او را از نزدیک دیده بود و نه او را از قبل می شناخت. تازه اگر هم دیده بودند، شاید می گفتند که چون او شباهت به سلطان دارد، می خواهد سوء استفاده کند. مگر سلطان احمق است، با این ترکیب راهی ولایات و بلاد دیگر بشود. پس سلطان گرفتار شد و حسابی هم گرفتار شد. پس از هفته ها که زخم ها و آثار کوفتگی تنش التیام یافت، او را به مانند همبندانش به بیگاری بردند. کار در معدن. در آنجا زندانیان برای ساختمان سنگ می تراشیدند، اما شاه جدن نمی توانست کار کند، چون هرگز چنین کارهایی نکرده بود. دوباره به خاطر امتناع از کار او را به شدت کتک زدند. روز بعد وقتی آش و لاش در سلولش افتاده بود، رئیس زندان به سراغش رفت و گفت او چه کار می تواند بکند، چه کاری بلد است، تا او کمکش کند و کمتر کتک بخورد. سلطان گفت که او فقط قادر است قالی ببافد. رئیس زندان دستور داد در همان سلول دار قالی به پا کردند و شاه با وسواس کامل و بسیار به آرامی پشت دار قالی نشست و شروع به بافتن کرد. شاه پس از چندی قالیچه ای بافت که هم زندانی ها را بسیار حیرت زده کرد، هم زندانبانان و رئیس زندان را. او عالی ترین نقشش را بر قالیچه زده بود. رئیس زندان سراسیمه قالیچه را دور از نگاه سایر حاکمان شهر به بازار برد. آنجا هیچ تاجری توان پرداختن قیمت قالی را نداشت. آنها توصیه کردند که قالیچه را به پایتخت ببرد، شاید آنجا کسی بتواند قیمتش را بپردازد. رئیس زندان با شوقی فزاینده قالیچه را بر ترک اسبش نهاد و به پایتخت رفت. اما آنجا هم کسی قادر نبود قیمتش را بپردازد. یک نفر توصیه کرد تا او قالیچه را به دربار ببرد، چون فقط آنها پول خریدن چنین اجناسی را دارند. قالیچه را مأمور خرید دربار از او به بهای هنگفتی خرید و طرف سرمست آن همه پول شد. رئیس زندان آنجا را ترک کرد
مأمور خرید قالیچه را برای تماشا و تحسین خرید خود نزد ماه بانو، همسر سلطان که مدام بیتاب عدم حضور شاه بود، برد. ماه بانو از روی نقش قالیچه دریافت که آن را سلطان بافته است. هیجان زده فریاد زد: چه کسی قالیچه را به تو فروخته است؟ دستور داد همه شهر را بگردند و او را بیابند. گزمه های حکومتی و مأمور خرید سوار اسب شدند. شهر را به شتاب زیر و رو کردند. مرد را، یعنی رئیس زندان را، در دالانی که مشغول خرید طلا و جواهر بود یافتند. او را به دربار بردند. او به وزیر اعظم و ماه بانو عرض کرد که رئیس زندان یکی از ولایات است. آنجا این قالیچه را یک زندانی بافته است. وزیر اعظم، ماه بانو و تعدادی از نظامیان گارد دربار و مردی که قالیچه را آورده بود حرکت کردند تا به آن ولایت رسیدند. آنجا بعد از سرازیری شدن از پله‌های بسیار و عبور از درهای آهنی بزرگ که پی در پی گشوده می‌شد، سلطان را در سیاه چالی لاغر و نحیف و مردنی با محاسن بلند و ژولیده، لباس پاره پاره، بسیار ساکت و آرام، بریده از هر امیدی به رهایی، مشغول بافتن قالی یافتند. همراهان عزیز لذت داستان، افسانه‌ای که براتون خوندم از افسانه‌های مردم سیاه کل بود. عشق به دست یافتن به حقیقت یکی از درون مایه‌های اصلی این افسانه بود. افسانه بعدی که براتون میخونم یه افسانه جالب هست راجع به حیوانات به اسم سر گرگ. یکی بود یکی نبود. در زمانهای قدیم مردی بز و گوسفندی داشت. مرد تناب گردن آنها را به درختی میبست و از آنها مراقبت میکرد. یک روز بز شنید که صاحبش میخواهد او را قربانی کند. به همین خاطر پیش گوسفند آمد و گفت: دوست عزیز، شنیدم که صاحب ما میخواهد ما دوتا را قربانی کند، بیا فرار کنیم. گوسفند گفت: آه، پس یکی لحظه هم نباید اینجا بمانیم. هر دو زور زدند، آنقدر تناب را کشیدند که پاره شد. در همین لحظه شاخ بز در توبره‌ای که صاحبش توی آن علف میریخت گیر کرد. بز با توبره به راه افتاد، گوسفند هم به دنبالش. مدتی در بیابان راه رفتند تا اینکه چشمشان به سر گرگی خورد که به زمین افتاده بود. بز که ترسیده بود به گوسفند گفت: گوسفند جان، آن سر را می‌بینی؟ سر دشمن توست. می‌دانم که خیلی دلاور و شجاعی. برو آن سر را بردار و توی توبره بگذار. حتماً موقعی به درد ما می‌خورد. خودش همان جایی که بود ایستاد و تکانی نخورد. گوسفند گفت: ای بز عزیز، هرچه باشد تو ریش سفیدی. میدانم که از من شجاع‌تری. بهتر از خودت بروی و آن را در توبرت بگذاری. بز گفت: حالا که اینطور است، بیا هر کدام یک سر توبره را بگیریم، جلو برویم و با هم سر گرگ را برداریم و این تو بگذاریم. گوسفند قبول کرد. هر دو با هم سر گرگ را برداشتند و در توبره گذاشتند و راه افتادند. مدتی بعد تپه‌ای مقابلشان پیدا شد. آن دو به بالای تپه رفتند و اطراف را نگاه کردند. در جایی دور آتشی دیدند که دودش به هوا برخاسته بود. رو به آتش پیش رفتند. به نزدیکیش که رسیدند دیدند که 7 گرگ دور آتش نشستند و پلو می‌پزند. گرگ‌ها آن دو را دیدند. دیگر کار از کار گذشته بود. گوسفند و بز راهی برای فرار نداشتند. برای همین با خونسردی به گرگ‌ها سلام دادند. گرگ‌ها گفتند: علیک، خوب شد که برای پلویمان گوشت هم رسید. خندیدند و خوشحال و شادمان روی پاهایشان بلند شدند. بز رو به گرگ‌ها گفت: دوستان، هیچ قصه نخورید. ما هر قدر که بخواهید گوشت داریم. شما فقط زحمت بکشید و غذا را زودتر بپزید. گرگ‌ها پرسیدند: کو گوشت‌هایتان کجاست؟ بز رو به گوسفند کرد و گفت:
گوسفندجان، برو یکی از آن سر گرک‌ها را از توبره من بردار و بیاور تا زودتر توی پلو بیاندازیم که بپزد. گوسفند زود رفت و سر گرگ را برداشت و آورد. بز گفت: از میان 9 تا سر گرگ همین ریزه میزه را برداشتی؟ برو و بزرگترش را بیاور، مگر نمیبینی 9 نفریم؟ گرگ‌ها سخت ترسیدند، پچ پچ کردند: وای، اینها که خونخوارتر از ما هستند، اگر زیاد معطل شویم سر ما را هم میکنند. ناگهان از جا پریدند و پا به فرار گذاشتند. بز و گوسفند هم پلو را خوردند، سیر شدند و راحت دراز کشیدند. آنها آنجا بودند که ما آمدیم.